فضانوردان جدید ناسا چه کسانی هستند؟ ناسا اعضای کلاس فضانوردی سال 2021 خودش رو معرفی کرد. کسایی که ممکنه روزی به ایجاد حضور پایدار در ماه کمک کنند. این 10 نفر شامل 4 زن و 6 مرد توسط ناسا معرفی شدند تا 23 گروه از نامزدهای فضانوردی آژانس فضایی ایالات متحده از سال 1959 تا کنون رو تشکیل بدند و همچنین اولین گروهی هستند که از زمان آغاز برنامه بازگشت به ماه موسوم به آرتمیس به خدمت گرفته میشن. سلام، به چنل ساینتیا خوش اومدین. توی همین ابتدای ویدیو ازتون میخوایم لطفاً برای حمایت از ما به چنلمون سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم روشن کنید. بریم ببینیم فضانوردان جدید ناسا چه کسانی هستند. نامزدهای فضانوردی این کلاس جدید 10 نفره از بین بیش از 12,000 متقاضی بعد از یک فرایند گزینش طولانی مدت که از ماه مارس 2020 آغاز شد و به دلیل همه‌گیری کووید 19 به تعویق افتاد انتخاب شده. این نامزدهای فضانوردی که به اختصار اسکنز نامیده میشند طی مراسمی در پایگاه عملیات پروازی ناسا واقع در نزدیکی مرکز فضایی جانسون در هیوستون معرفی شدند. مدیران ناسا از جمله بیل نلسون رئیس ناسا و پام ملروی نایب رئیس ناسا در این رویداد حضور داشتند. رویدادی که پس زمینه اون شامل 2 جت مافوق صوت T-38 بود که این 10 نفر از اونها برای آموزش استفاده خواهند کرد. این نامزدها قراره در ماه ژانویه خودشون رو به مرکز جانسون معرفی کنند تا آموزششون رو در زمینه سیستم‌های فضاپیما، مهارت‌های راهپیمایی فضایی و سایر رشته‌های لازم برای پرواز فضایی آغاز کنند. این برگزیدگان شامل 7 افسر نظامی، 2 دانشمند، 2 پزشک و 1 خلبان پژوهشگر هستند. معرفی فضانوردان جدید ناسا 10. نیکول آیرز، یک سرگرد 32 ساله در نیروی هوایی ایالات متحده است. اون یکی از معدود زنانیه که در حال حاضر با جت جنگنده F-22 پرواز میکنه. آیرز اولین پرواز تمام زنانه این هواپیما رو در صحنه جنگ رهبری کرده. شماره 9. مارکوس بریوس 37 ساله یک سرگرد در نیروی هوایی ایالات متحده است. اون دارای مدرک دکترای هوانوردی و فضانوردیه و بیش از 110 ماموریت جنگی و 1300 ساعت پرواز رو با بیش از 21 هواپیمای مختلف ثبت کرده. نفر 8. کریستینا برچ 35 ساله از گیلبرت آریزونا است. اون دارای دکترای مهندسی بیولوژیکه. اون که استاد دانشگاه بود در مؤسسه فناوری کالیفرنیا نویسندگی علمی و ارتباطات تدریس می کرد. نفر 7. دنیز برنهام یک ستوان 36 ساله در نیروی دریایی ایالات متحده است. اون که یک کارآموز سابق در مرکز تحقیقات ایمز ناسا در کالیفرنیا است در نیروهای ذخیره نیروی دریایی ایالات متحده خدمت می کنه. نفر 6. لوک دلانی 42 ساله یک سرگرد بازنشسته در گروه تفنگداران دریایی ایالات متحده است. اون که یک خلبان برجسته و ممتاز نیروی دریایی اخیراً به عنوان خلبان تحقیقاتی در مرکز تحقیقاتی لانگلی ناسا در ویرجینیا جایی که از ماموریت‌های علمی هوابرد پشتیبانی می‌کنه کار کرده. نفر 5. آندره داگلاس 35 ساله اهل ویرجینیا و دارای مدرک دکترا در مهندسی سیستم هاست. اون اخیراً یکی از کارکنان ارشد آزمایشگاه فیزیک کاربردی دانشگاه جانز هاپکینز بود که روی رباتیک های دریایی، دفاع سیاره‌ای و ماموریت های اکتشاف فضایی ناسا کار می کرد.
نفر چهارم جک هاتاوی، یک فرمانده 39 ساله در نیروی دریایی ایالات متحده است. اون یک خلبان برجسته نیروی دریایی که بیش از 2500 ساعت پرواز با 30 نوع هواپیما و بیش از 500 فرود و 39 ماموریت جنگی رو در کارنامه داره. نفر سوم این لیست آنیل منون، یک سرهنگ 45 ساله در نیروی هوایی ایالات متحده است. اون به عنوان اولین جراح پرواز اسپیس ایکس به اولین پرتاب سرنشیندار این شرکت به فضا در ماموریت دموی 2 برای ناسا کمک کرد و یک سازمان پزشکی برای پشتیبانی از خدمه انسانی در ماموریت‌های فضایی آینده ساخت. نفر دوم کریستوفر ویلیامز 38 ساله در پوتوماک مریلند بزرگ شد. اون اخیراً به عنوان فیزیکدان پزشکی در بخش انکولوژی رادیویی در بیمارستان زنان بریگهام و انستیتو سرطان دانا فاربر در بوستون کار می‌کرد. تحقیقات ویلیامز بر توسعه تکنیک‌های هدایت تصویری برای درمان سرطان متمرکز بود. و نفر اول این لیست هم جسیکا ویتنر 38 ساله ستوان، فرمانده نیروی دریایی ایالات متحده است. اون دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته مهندسی هوافضا و فارغ التحصیل دانشکده خلبانی آزمایشی نیروی دریایی ایالات متحده است. اون با جت‌های جنگنده FA-18 پرواز کرده. آیا افراد واجد شرایط باید حتما از شهروندان ایالات متحده باشند؟ خوشحال میشیم نظراتتون رو برای ما کامنت کنین و اگر این ویدیو براتون جالب بود حتما و لطفا لایک کنین. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.